سرزیو هستم و برنامه امروز چهارشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2020 از تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. برنامه همین لحظه به گونه مستقیم در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا هم قابل دسترس است. خبرهای مهم از جهان داریم، اما با تازه ترین ها از افغانستان آغاز خواهیم کرد. با برگزاری نشست عمومی میان هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری افغانستان با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان میگوید که مشارکت سیاسی بحث پیچیده در این مذاکرات خواهد بود، اما او میافزاید که در گام نخست خشونت در افغانستان باید متوقف شود. در همین حال سخنگوی هیئت گروه طالبان گفته است که مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت گروه طالبان که در مذاکره هستند در این نشست برای پیشبرد این روند هر دو طرف را به حوصله مندی فرا خوانده است. جلال میرزاد از کابل در مورد گزارش دارد. معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان در نشست عمومی به هیئت طالبان در قطر گفته که چگونگی مشارکت سیاسی آینده در نتیجه این گفتگوها خیلی مهم است و برای رسیدن به این هدف به مشورها و گفتگوهای دقیق نیاز است. سخنگوی هیئت طالبان نیز گفته که رئیس هیئت آنان در این نشست آغاز این گفتگوها را فرصت خوب برای پایان دادن جنگ 40 ساله در افغانستان دانسته است. مجلس عمومی هر دو هیئت مذاکرات صلح افغانستان برگزار شد. رؤسای هر دو هیئت سخنرانی های خود قرائت کردند و صحبت های کامل را در خصوص چگونگی نیاز بر صلح و ثبات در افغانستان و در مورد ای که مذاکرات چگونه باید در یک فضای مملو از تحمل، صبر و شکیبایی به پیش بره بین اعضا در مورد از او صحبت کردن. در ناس و طرز العمل ورتوایی یا کاری و سوق ورتوایی در بانی بحث روان دید پر مختگونه هم شویدی یا سرچه که پاتی دی چه پاقا باندی نون هم ناس و تماس گروپون و دیدوار تیمون پاقا باندی سران ناس و اما این گفتگوها امیدواری ها را در افغانستان بیشتر ساختند. برخی از کارشناسان میگویند که نهایی شدن اصول گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای رسمی سهل‌تر می‌سازند. امیدواری است، البته امیدواری قوی هم در سطح ملی هم در سطح منطقه و جهان وجود دارد که آغاز گفتگوها منجر به یک توافق قابل قبول برای ملت افغانستان باشد. با این حال آکسفام و کوریدید در یک گزارش مشترک نگاشتند که از سال 2005 میلادی به این سو 80% زنان در افغانستان در گفتگوهای صلح کنار زده شدند. اما در این گزارش آمده که هر گونه تلاش در روند صلح بدون حضور زنان بی نتیجه خواهد بود. ما تا هنوز باور یقین ندارم به خاطر از اینکه 3 زن نماینده زنای افغانستان فعلا در مذاکرات بین الافغانی حضور دارند. اگر خدای نخواستم مشکلی باشه با زنای افغانستان شریک میکنند. تا هنوز سر موضوعاتی که حق و حقوق زنا و امتیاز زنا باشه بحثی صورت نگرفته. قرار بود گفتگوها میان هیئت جمهوری افغانستان و طالبان روز شنبه آغاز شود، اما تا اکنون هر دو طرف روی طرز العمل این گفتگوها کار دارند که به گفته هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان پیشرفت های نیز در این زمینه انجام شدند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. شماری از نهادهای حامی رسانه ها ابراز نگرانی می کنند که حکومت افغانستان عمدن مانع اطلاع رسانی از روند مذاکرات صلح شده و یا هم میشه، ولی حکومت میگه که متحد به شفافیت در روند مذاکرات است. در همین حال شمار از خبرنگارانی که پس از اشتراک در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان از قطر به کابل برگشتند میگویند که نگران چگونگی فعالیت رسانه‌های آزاد و خبرنگاران در آینده هستند، زیرا به گفته آنان در طرز فکر طالبان در قبال به فعالیت رسانه‌های افغانستان تغییر جدی رونمانه شده. همکار ما سمسام سیرت از کابل در مورد گزارش دارد. شماری از این خبرنگاران تازه از دوحه برگشته. ملاقات با هیئت گروه طالبان برای آنان در کنار امیدها، نگرانی‌ها و ترس‌هایی را نیز ایجاد کرده است.
آیا طالبان ادامه فعالیت رسانه ها را به گونه کنونی میپذیرند؟ در صورت توافق احتمالی صلح، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران محدود خواهد شد؟ حکومت که آزادی رسانه ها و خبرنگاران را خط سرخ میداند، آیا در جریان گفتگوهای صلح توان دفاع را دارد؟ در دو دهه مردم افغانستان عادت کردند به آزادی بیان، دیگه برگشت ناپذیر است. چی طالبا بخواهند و چی نخواهند. و از یک سو نگرانی داریم به خاطر از اینکه طالبا عقیدتاً فکر اصلی یا افکار اصلیشون نسبت به عملکرد رسانه ها و کارکرد رسانه ها و خصوصاً کارکرد خانم ها در رسانه ها تغییر نکرده است و این ممکن است اونا به نحوی یک زمینه را محدود بسازند. ما و شما باید منتظر بمانیم که در میز مذاکره چی میگذره. گذشته نشان داده که خطای سرخ کلانی از طرف حکومت افغانستان مطرح شده، ولی در یک مرحله ما از او خطا گذشتیم و باز استدلال ما می بوده که منافع کلان ملی مطرح است. تعداد محدود از خبرنگاران زن نیز در نشست افتتاحی مذاکرات صلح افغانستان اشتراک کرده. با توجه به برخورد طالبان با زنان در جریان رژیم این گروه، زنان خبرنگار بیش از پیش نگرانند. هرچند از برخورد اعضای گروه طالبان در قطر راضی به نظر می رسند. صحبت هایی که با طالبان داشتم، آنها همچنان روی عنعنات اسلامی تاکید میکنند. میگن که ما با زنان طبق عنعنات اسلامی رفتار میکنیم. اما در این عنعنات اسلامیشان هیچ چیز را کلیر و یا شفاف نمیکنند که عنعنات اسلامی چه حق و حقوقی را نسبت به زنان میده. در همین حال، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت باید از دستاورد آزادی رسانه ها و فعالیت خبرنگاران در جریان گفتگوها دفاع کند. اما آنچه کمیته مسئولیت آن را عدم همکاری حکومت در اطلاع رسانی از نشست دوحه میخواند، این نهاد حامی رسانه ها را نگران ساخته است. حکومت افغانستان نباید مانع دسترسی به اطلاعات شود. حکومت افغانستان یکی از افتخاراتش اطلاع رسانی آزاد و آزادی رسانه هاست. اگر قرار به این باشد که این افتخار را خودشان آسیب بزنند، فکر میکنم که در میز مذاکرات هم چندان استدلال با طرف مقابل نخواهند داشت. تمام تلاش خود به خاطر حضور بیشتر رسانه ها در محل مذاکرات نموده و حالا هم بیشترین تلاش به خاطر حضور خبرنگارا در قطر داره، با وجودی که میزبان و طرف مذاکره ما طرفدار سطح حضور نیستند، اما از اثر تلاش‌های جمهوری اسلامی افغانستان دسترسی گسترده رسانه‌ها فراهم شد و اکنون نیز تلاش برای بیشتر ساختن آن ادامه دارد. در زمینه نگرانی‌های خبرنگاران، حکومت افغانستان تأکید کرده که حفاظت از آزادی رسانه‌ها و فعالیت آزاد خبرنگاران از خطوط سرخ حکومت است. هرچند حکومت بارها از آنچه خط سرخ خوانده عبور کرده است. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. آقای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که مذاکرات صلح افغانستان یک روند دشوار خواهد بود، اما او می‌افزاید که این روند در کاهش هزینه جنگ و خطر برای آمریکا کمک خواهد کرد. آقای پامپیو که به روز سه‌شنبه در نهاد تحقیقاتی شورای اتلانتیک در شهر واشنگتن دی سی صحبت می‌کرد، در اشاره به دستاوردهای ایالات متحده در افغانستان گفت که در حال حاضر کمتر از 200 جنگجوی القاعده در آن کشور حضور دارد. در 20 سال گذشته برای اولین بار افغان‌ها با هم نشسته‌اند تا دریابند که یک افغانستان آشتی یافته و صلح‌آمیز چگونه خواهد بود. تحت هیچ نوع توهمات در مورد این که ما با کی مذاکره می‌کنیم، این جناح‌ها کی‌هاند، این روند چقدر دشوار خواهد بود. اما این شناختن واقعیت آن چیزهایی است که آمریکا آن را انجام داده است. امروز کمتر از 200 جنگجوی القاعده در افغانستان وجود دارد. اکنون ما در حال ارائه نتایجی هستیم که از اینها را کاهش می‌دهد. قبل از این آقای پامپیو همچنان گفته بود که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان مطابق پلان ادامه دارد. بر اساس توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، همه نظامیان آمریکایی و متحدین آنان باید تا پایان ماه اپریل سال 2021 افغانستان را ترک کنند. اندرو واتکینز، تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران و نشان متوانی، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، میگویند که طالبان در پی انحصار قدرت در افغانستان هستند.
این دو تحلیلگر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزودند که به نظر می رسد اولویت ایالات متحده آمریکا هم حفظ نظم کنونی در افغانستان باشد. آقای متونی و آقای واتکینز نکات مهم را در برای پیامدهای احتمالی مذاکرات صلح افغانستان مطرح کرده که در مصاحبه یک جا می بینیم. به نظرتون مذاکرات بین الافغانی چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ به نظرم انتظارات از پروسه صلح باید بسیار اندک باشد. باید انتظار این را داشته باشیم که همه چیز از هم بپاشد. باید این انتظار را داشته باشیم که خشونت ادامه خواهد یافت و با یک بارگی از بین نخواهد رفت. بنابراین انتظار بیش از حد از این مذاکرات می تواند به آنچه که این مذاکرات ممکن بتواند به دست بیاورد صدمه بزند. با آنچه که به نظر من رسیدن به حد از تفاهم میان طرف های مذاکرات است. مهمترین چیزی که افغانها و ناظرین بین‌المللی باید به خاطر داشته باشند این است که حتی موفق‌ترین توافق سیاسی برای ختم این جنگ هم نمی‌تواند همه مشکلات افغانستان را حل کند، چون این توافق صرفاً می‌تواند به خشونتی که مانع پرداختن این کشور به بسیاری از مشکلاتش شده پایان دهد. نگرانی من این است که در نهایت تا زمانی که هر دو طرف نپذیرند که این گفتگوها درباره تقسیم قدرت است به نتیجه نخواهد رسید. هیچ کدام از این دو طرف نمیپذیرند که طرف دیگر در قدرت بماند یا به قدرت برسد. منظورم تقسیم قدرت است. معلوم نیست که آیا بسیاری ها در هر دو طرف این مناقشه واقعا برای پذیرش این موضوع و یا همچنین معامله آماده باشند. به نظرتان آیا گروه طالبان و حکومت افغانستان میتونن به یک حد وسط بر سر اختلاف نظرات عمیقی که بینشان وجود داره برسن، یا فکر میکنین چنین اختلافاتی به شکست در این مذاکرات منجر میشه؟ بسیاری از ناظرین و کارشناسان مسائل افغانستان موضوع و انتخاب دو طرف را امارت در برابر جمهوریت قلمداد می کنند. چون این دیدگاهی قابل درک است، اما مطمئن نیستم که این دقیقا منشأ مشکلاتی باشد که این مذاکرات با آن روبروست. طالبان از یک سیستم خالص اسلامی صحبت می کنند، اما آنچه که من و همکارانم در جریان تحقیقات خود درباره طالبان متوجه مبنای آن شدیم این است که از نظر طالبان یک سیستم اسلامی به معنای داشتن حکومتی بدون تأثیر خارجی هاست، چون حکومت فعلی افغانستان و قانون اساسی این کشور نیز اسلامی است. از خیلی از جهات آنچه آنان واقعا میگویند از میان برداشتن چیزهایی است که به نظرشان غربی است. با نظر اندرو موافقم، اما باید یک نکته دیگر را نیز اضافه کنم و آن این که مفهوم حکومت خالص اسلامی از دید طالبان یک راه رضایت بخش برای انحصار قدرت و به دست آوردن قدرت است. با این ادعا آنان به آسانی می توانند برای باطل کردن هر چیز فتوا صادر کرده و بر اساس همان معیار نیز هر چیز را غیر اسلامی قلمداد کردن آسان تر می شود. برای همین نوع حکومت خالص اسلامی که آنان می خواهند مبهم خواهد ماند، زیرا به آنان اجازه می دهد در این چارچوب برای رسیدن به اهداف مشخص خود در مذاکره قدرت مانور داشته باشند. طالبان در 25 سال گذشته نشان دادند که قصد داشتن سهم کوچکتر در هیچ نوع تقسیم قدرت را نداشته و عملکردشان نشان می دهد که دموکراسی برخواسته از رأی را نیز کاملا رد می کنند. فکر نمی کنم طالبان روزی بیایند و از مردم بخواهند که به آنان رأی دهند، زیرا فکر می کنند که داشتن قدرت حقشان است. چون این دیدگاه استوار بر تمامیت خواهی باعث می شود تا هر کس دیگری که در تقسیم قدرت داخل شود باید موقف کمتری داشته باشد. طالبان در مذاکرات بین الافغانی دقیقاً به دنبال چی هستند و حکومت افغانستان در مقابل چی خواهد کرد؟ طالبان به دنبال چیزهای مختلفی هستند. آنچه آنان امیدوارند بتوانند از توافقی که با امریکا امضا کرده اند به دست آورند، خروج نظامیان امریکایی و خارجی از افغانستان است. از دید طالبان، برداشتن این چتر حفاظتی شرایط را برای وارد کردن فشار بیشتر برای رسیدن به قدرت مطلق برایشان فراهم می سازد، زیرا آن نیروی بازدارنده دیگر در افغانستان وجود نخواهد داشت. بنابراین، تا زمان برآورده شدن این خواسته، با این بازی ادامه خواهند داد تا مطمئن شوند که امریکا به تعهدی که در توافق دوحه داده بود عمل می کند. افزون بر این، طالبان قصد دارند از مذاکرات صلح به عنوان میکانیزم برای وارد کردن فشار روی حکومت افغانستان و راه برای معاوضه کردن نیز استفاده کنند و بگویند که اگر خواهان کاهش خشونت و حتی آتش بس هستید،
ما نیز یک حکومت انتقالی می خواهیم و از این موضوع به عنوان وسیله برای پایان دادن به حکومت فعلی استفاده کنند. ممکن افزایش فشار داخلی بر حکومت افغانستان برای رسیدن به آتش بس و کاهش خشونت به حد برسد که حکومت افغانستان چانس کمی برای پس گرفتن حرف خود را داشته باشد. در مقابل حکومت افغانستان نیز اجازه خواهد داد که برای از بین بردن سایر بازیگران قدرتمند طالبان به نیروی قدرتمند بدل شوند. نه به خاطر اینکه حکومت افغانستان به طالبان باور دارد، بلکه به خاطر بقای خود این کار را می کنند. شواهد زیادی وجود دارد که نشانگر تلاش حکومت افغانستان برای مقاومت در برابر این پروسه است، چون فکر می کنم آنها نیز متوجه نگرانی های مشابه هستند. با وجود فشار آمریکا برای تبادله زندانیان و سایر مسائل، ما همچنان شاهد یک نوع اصول پیشرفته مقاومت توسط مقامات حکومت افغان هستیم که حتی با وجود شروع مذاکرات هنوز هم ادامه دارد. آنها به تأکید روی حفظ شرایط فعلی هستند، اما به نظر نمی رسد که آمریکا قصد حفظ نظم فعلی را داشته باشد و یا به اندازه رسیدن به یک توافق و خروج تدریجی نیروهای خود این موضوع برایش در اولویت باشد. سوال اینجاست که حکومت افغانستان چه خواهد کرد اگر احساس کند که حمایت آمریکا برای حفظ شرایطی که امید حفظ آن را دارد از بین برود؟ نگرانی من این است که اگر دو طرف به این درک نرسند که انحصار قدرت و نه هم باقی ماندن در شرایط کنونی امکان پذیر است، این مذاکرات سرانجام با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی هم حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان میگوید طالبان باید درک کنند که زنان افغانستان زنان دهه 90 نیستند و زنانی که در مذاکرات قطر اشتراک دارند، یعنی مذاکرات صلح افغانستان، از جامعه نوین افغانستان نمایندگی می کنند. خانم سرابی ساعت قبل از دوحه پایتخت قطر در یک مصاحبه با همکارم نجیب خلیل گفت که موضوع حقوق زنان یکی از ارزش ها بوده و به هیچ وجه قابل چانه زنی نیست. لطفاً در مورد تحولات امروز بگوین، آیا جلسات یا نشست داشتین؟ بله، امروز نشست فعلاً جریان داره، جمعو گروه تماس با هم نشست دارن. البته پروسه صلح پروسه طولانی است و نمیتونه آدم انتظار داشته باشه که هر لحظه یک تحول بزرگ رخ میده. منظوری است که جلسه جریان داره فعلاً. یعنی انوزم اونا سر اصول کاری و کار میکنن، بعد از او اجنداس و بعد از او باز مذاکرات اصلی شروع میشه، امی است فعلا روند؟ بله، به این شکل است. سر بعد از اینکه اصول کاری تکمیل شد که یکی دو نکته کوچک مونده، بعد از او هم روی تقسیم اوقات کاری که یک تقسیم اوقات باید بسازیم که چه وقت جلسات ما شکل یعنی جلسات ما چه وقت شروع شود، چه وقت ختم شود که شکل منظم تر بگیره، و بعدم سر کلیات آجندا صحبت میشه تا اینکه تفاهم کنیم که کدام موارد در آجندا باید مورد بحث قرار بدیم. درست. خانم سرابی، تقریبا دو هفته قبل با شما صحبتی داشتم. مثل زنای دیگه افغانستان نگرانی تا حد داشتین که مبادا در بار دیگه در حاشیه قرار داده شوین و اما آنچه که در 19 سال گذشته دستاوردها داشتین اونا از بین بره. حالی که در چند روز در قطر هستین و طالبان رو میبینین، آیا هنوز هم امو احساس پیشتان است؟ هنوز هم نگرانی خود ما داریم، برای اینکه نگرانی تنها نگرانی ما نیست، از تمام زنای افغانستان است. اما خوشبخت هستیم که رهبرای دولت افغانستان در کنار ما است و تیم در مجموع ما به صورت کل بسیار متحد و همشان از حقوق زنان دفاع میکنن و در کنار ما هستن. البته این نگرانی باز هم با ما است، توأم با خوشبینی. در این چند روز کنجا هستین، آیا شما تانستین اتو زمینی ازی مساعد شد که شما خودتان با اعضای طالبان صحبت کنین و روششان در برابرتان چه قسمی یافتین؟ خب به شکل تنها یک سلام علیک زمینه مساعد شده، با هم سلام علیک داشتیم، تبادل سلام کردیم، اما در بحث نیستیم، زمینه مساعد نشده که ما بحث داشته باشیم، چون نو بحث ها بیشتر در جریان نان، در جریان چای خوردن یا اینا صورت میگیره که اکثرا ما نمیبینیمشان، به او خاطر زمینه مساعد نشده. اما در مجموع خوب است، ما رویشان احترام آمیز است و قابل دقت است.
خانم سرابی قرار بود که 4 زن باشه در اونجا که بعداً خانم گیلانی بنابر مشکل نتانستند که باشن، اما گفته میشه که اونا هم ممکن است بیاین و اشتراک کنن؟ بله، پیام هاش به ما هم رسیده و به گروه به همه، انشالله به زودی به ما میپیوندن و در جلسه شرکت میکنن در مذاکره. آیا برای شما فرصت داده خواهد شد، البته وقتی که بحث روی حقوق زن میشه، برای شما فرصت داده خواهد شد که خودتان صحبت کنین و خودتان از حقوقتان دفاع کنین؟ بدون شک این جای خوشبختی است که ما اینمی فرصت داریم و فکر میکنم ما با آقای خلیزاد هم عقیده هستم، خود ما هستیم که باید راجع به خود گپ بزنیم. رئیس جمهور کشور همیشه میگن که زنای افغانستان امروز صدا داره، یعنی ما میتونیم صدای خود را بلند کنیم و در داخل تیم ما این خوشبختی را داریم و که برادرها با ما هستند، یعنی اعضای تیم با ما هستند. دائم به ما این گوش زده میکنه که نگران نباشیم که گویا شما در حاشیه کشانده میشین، ما در کنارتان هستیم و مسائل مختلفی که صورت میگیره یا صحبت‌های مختلفی که صورت میگیره اونا همیشه همین گپ میزنن. مثلا موضوع زن بارها تکرار شده که قطعا قابل بحث نیست مثل سایر موضوعات ارزشی در افغانستان. یعنی پس یه خط سرخ برای حکومت است که ازش عبور نخواهد شد، ولی همینطور یک چیزی است؟ بهتر است که خط سرخ ترسیم نکنیم، اما مسئله حقوق زن یک مسئله ارزشی است، نه تنها برای تیم بلکه یعنی بار مسئولیتی که از طرف مردم افغانستان روی شانه های ماست برای ما این بار سنگینی میکنه، یعنی سنگین است و برای ما این مسئولیت میتر نه تنها که خود ما بلکه نسبت به مردم افغانستان تاکید کنیم که این موضوع یک موضوع ارزشی است و بر ما قابل بحث نیست که سر از این چانه‌زنی کنیم. و سر از این موضوع مشخص خانم سرابی، چقدر فکر میکنین که طالبا از خود انعطاف پذیری نشان خواهد دادن؟ خب یک مسئله است که طالبا باید درک کنه که زنان افغانستان زنان دهه 90 نیست. بسیار تغییرات آمده در افغانستان و زنانی که امروز در این مذاکره شرکت میکنن از جامعه نوین افغانستان نمایندگی میکنن و طالبا باید این را بپذیرن. اما بیشتر انعطاف پذیری و بعضی مسائل دیگر در میز مذاکره در جریان گفتگو، یعنی زمانی که به این بحث برسیم، باز میتونیم او را درک کنیم. خبرهای مهم هم از جهان داریم، اما پس از یک وقفه کوتاه. اردوی اسرائیل گفته است که در پاسخ به حملات راکتی جنگجویان گروه حماس امروز شماره از موازیان گروه را در بایکه غزه مورد هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها در حملات راکتی حماس 2 اسرائیلی جراحات سطحی برداشتند. اسرائیل گفته است که 10 موضع حماس را که شامل کارخانه تولید سلاح و مواد انفجاری، ساختمان‌های زیرزمینی و یک محل آموزش نظامی است مورد هدف قرار داده است. دوستان، با همزمان با حملات راکتی شب گذشته گروه حماس بر اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبان امضای توافقنامه ابراهیم در قصر سفید بود. این توافقنامه روابط اسرائیل را با امارات متحده عرب و بحرین عادی می‌سازد. متخصصین میگویند که این توافقنامه‌ها به تغییر استراتژی طولانی مدت منطقه‌ای اشاره می‌کند که در عوض پذیرش دیپلماتیک اسرائیل باید امتیازات را برای راه حل ایجاد دو کشور در جهت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی فراهم کند. همکار ما محمد احمدی گزارش را در مورد دنبال می کند. با حضور وزرای خارجه امارات متحده عرب و بحرین در کنار صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت او افق یک شرق میانه جدید را ترسیم می کند. این سه وزیر دیروز توافقنامه ابراهیم را برای عادی‌سازی روابط کشورهای خلیج عرب با اسرائیل امضا کردند. در تمام تاریخ اسرائیل قبلا تنها 2 توافقنامه از این نوع وجود داشت. حال ما 2 توافقنامه را در ظرف یک ماه حاصل کردیم و توافقات بیشتر پیش روست. قصر سفید میگوید که این توافقنامه ها به نام ابراهیم نامگذاری شده است که شخصیت عالی مرتبه در ادیان یهود، اسلام و مسیحیت است که به گونه بالقوه بیانگر اتحاد میان این سه دین است. این توافقنامه ها بخشی از سعی گسترده دیپلماتیک توسط اداره ریاست جمهوری ترامپ برای فشار بر فلسطینیان
به پذیرش توافق صلح است، استراتژی که متخصصین آن را مشی از بیرون به داخل می‌خوانند. اگر هر کشور اسرائیل را با سرحدات فعلی آن و کنترل برحال آن را بر بیت المقدس، کرانه غربی رود اردن و حتی باریکه غزه به رسمیت بشناسد، در نهایت فلسطینی ها را مجبور می سازد توافق کنند و گزینه برای آنان دیگر نخواهد گذاشت و مجبور به تسلیم شدن در برابر واقعیت در منطقه خواهد شد. شما می توانید بگویید دروازه عقب خانه، اما من آن را دروازه هوشمند می خوانم، نه دروازه عقب خانه. در کرانه غربی روز سه‌شنبه مردم برای اعتراض به این توافقنامه به جاده بیرون شدند. محمد اشتیه صدر اعظم فلسطینیان با محکوم کردن این توافقات آن را روز سیاه در تاریخ کشورهای عرب خواند. از نظر تاریخی فلسطینیان روی کشورهای عرب در برسمیت نشناختن اسرائیل به حیث یک گزینه چانه‌زنی در تلاششان برای کشور مستقل شدن حساب کردند. تحلیلگران میگویند که این توافقنامه بین امارات متحده عرب، بحرین و اسرائیل منعکس کننده تغییر محاسبه منطقه‌ای در خصوص راه حل تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینیان است. این واقعاً انسجام یک تغییر ژئوپلیتیک است که ما شاهد آن بوده‌ایم که طی چندین دهه گذشته رخ داده است. این توافقات نشان می‌دهد که کشورهای خلیج عرب و اسرائیل در خصوص اختلافات در برابر ایران مشترکات بیشتر دارند تا اینکه در روابطشان با اسرائیل در برابر مستقل شدن فلسطین به حیث یک کشور دیدگاه مخالف داشته باشند. کمتر از دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، اداره ریاست جمهوری ترامپ این توافقات ابراهیم را به حیث پیروزی سیاست خارجی خود ارائه می کند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. از سوی همشمار واقعات مثبت ویروس کرونا در هند امروز از مرز 5 میلیون گذشت. هند که دومین کشور پرجمعیت جهان است، تنها در جریان ماه روان میلادی شاهد ثبت بیش از 1 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا بوده است. وزارت صحت هند گفته است که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 90,000 واقعه مثبت جدید این ویروس را ثبت کرده است. و گفته این وزارت در این مدت 1290 تن دیگر از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در حال حاضر هند در رده دوم آن کشورهایی قرار دارد که بیشترین واقعات مثبت این ویروس را دارند. ایالات متحده آمریکا با داشتن بیش از 6.6 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا در رده اول قرار دارد. اما انتظار می‌رود که تا چند هفته دیگر هند با همین سبقت از ایالات متحده آمریکا پیشی گیرد. و دهان ما خارج میشه، ویروس کرونا را به سایرین انتقال میده. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین و ویروس کرونا جلوگیری کنید. و دیگر نزدیک نشین، فاصله 2 متر مراعات کنید و کسایی که سرفه میکنن از اینا دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس را به فضا پراکنده کرده باشن و شما او را تنفس بکنن و مریض شن. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید. دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان را برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان را بشویید. دوستا برنامه دری در همینجا به پایان میرسه. نشرات ما در نیم ساعت بعدی به زبان پشتو با میزبانی همکارم شایسته سعادت لامی ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که جزئیات بیشتر خبرها را در صفحات اجتماعی و وبسایت های صدای آمریکا و زبان‌های دری و پشتو هم دنبال کرده میتونه. از اینکه امروز هم با ما بودید جهان سپاس و با امید فردای بهتر.